شهر تکنولوژی های دیجیتال، رئیس جدید رسانه ملی، چهره‌ای برخواسته از بدنه کارشناسی سازمان صدا و سیما است. اینجا هیروشیما است. دکتر پیمان جبلی در دهه‌های 70 و 80 در بخش‌های مختلف خبری و تولیدی رسانه ملی به عنوان دبیر، سردبیر، کارشناس و نویسنده حضور فعال داشته است و طراحی و راه‌اندازی گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 در نیمه دوم دهه 70 بخشی از ابتکارات این چهره آشنا در فضای رسانه‌ای کشور است. کیفیت و تجربه بسیار خوبی که رسانه ملی در تولید اخبار چه در شکل مکتوب چه در شکل صدا یا تصویر داره، این امکان رو فراهم می‌کنه که حتی در این فضای رقابتی بتونه انشالله به وظیفه خودش و به نقشی که باید ایفا بکنه انشالله عمل بکنه. دکتر جبلی 55 ساله در دهه 60 به عنوان یکی از بسیجیان در عملیات مختلف دفاع مقدس حضور داشت. وظیفه حفاظت و حراست از این انقلاب وظیفه تک تک ماست. ما از انقلاب صحبت میکنیم فقط از دهه 60 ها و انقلابیون سال 57 صحبت نمیکنیم. و بعد از جنگ 8 ساله هم همواره در عرصه های فرهنگی و سیاسی کشور فعال بوده است. چالش های مشترک ما و دولت روسیه در مواجهه با یک جانبه گرایی هستش که در غرب به ویژه به سرکردگی ایالات متحده به وجود اومده و سعی میکنه که عرف‌ها و نظام بین المللی رو قربانی یک جانبه گرایی خودش بکنه. تحقیقات و دستاوردهای علمی دکتر جبلی تنها در اخذ دکترای فرهنگ و ارتباطات در سال 1383 خلاصه نشده است. موزه نفوذ و اقتدار ایران از شبه قاره هند شروع میشه تا منتهای الی غرب آفریقا و تا قلب قاره آفریقا و کل منطقه غرب آسیا و حتی مناطقی از اروپا و آمریکای لاتین. این حوزه امپراتوری ارزشی و انقلابی و فکری. این عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما در مقاطعی مسئولیت معاونت‌های برون مرزی و سیاسی رسانه ملی را بر عهده داشته است. در حوزه رسانه شاخص موفقیت رشد مخاطب، رشد میزان مخاطب و افزایش ضریب نفوذ. ما همیشه یک واسطه انتقال پیام هستیم، اما نه یک واسطه بی‌مسئولیت و نه یک واسطه به قول امروزی یا سکولار یا عرف گرا. ما دو نوع رقیب جدی داریم، یکی رقبای سنتی، یکی هم رقبای جدید. رقبای سنتی همون شبکه ها یا کشورها یا سازمان های رسانه ای هستن که اونا هم سر جذب و گرفتن و قاپیدن مخاطب دارن با ما رقابت میکنن. رقیب دوم رقیب های تکنولوژیک هستن، رسانه های نوین، شبکه های اجتماعی، کانال های پیام رسان. از مهمترین دستاوردهای دکتر جبلی در دوران تصدی معاونت برون مرزی رسانه ملی میتوان به تأسیس خبرگزاری تصویری بین المللی ایران پرس، العالم سوریه و راه اندازی دو شبکه رادیویی و تلویزیونی اینترنتی حسا و پرس تیوی فرانسوی اشاره کرد. دکتر جبلی مدتی هم معاون رسانه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی و همزمان با تحولات بیداری اسلامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس و معاونت بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب را عهده‌دار بوده است. رئیس جدید رسانه ملی که به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است، در زمان جنگ 33 روزه سال 2006 مدیر دفتر العالم در بیروت بوده. تمام فشارهای دشمنان بر روی جمهوری اسلامی، بر روی مقاومت، بر روی یاران مقاومت در منطقه واکنش است و نکنش، انفعال است و نه یک حرکت فعالانه. صدا و سیمای مطلوب، صدا و سیمایی که هر سریالش یک بار رو دوش نظام برداره، هر یک گزارش خبری تحقیقیش یک بار رو از دوش دولت و رودش نظام برداره. دکتر جبلی که امروز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست رسانه ملی منصوب شد، هشتمین رئیس سازمان صدا و سیما به حساب می آید.